سلام، به این برنامه کلیک خوش اومدید. من هادی نیلی هستم. این چند ماه حرف از هوش مصنوعی زیاد بوده. ما هم در کلیک مرتب درباره جنبه‌های جدید این فناوری و تهدیدهاش گزارش داشتیم. چون گفتند ای با آن جمله چو گفتی، هنرش نیز بگوی. ولی واقعیت اینه که مدت هاست خیلی از جنبه‌های زندگی ما تحت تاثیر هوش مصنوعیه. شاید به چشم نیاد، اما در واقع از چیزی که در شبکه‌های اجتماعی بهمون نشون داده میشه تا نقشه‌های روی گوشی‌های هوشمند، همه و همه مرتب داشتند عملکردشون رو آهسته و پیوسته به کمک هوش مصنوعی بهبود میدادند، چون مغزهاشون یعنی رایانه‌های پشتمون‌ها مرتب دارن یاد میگیرند با استفاده از میلیاردها و میلیاردها داده و اطلاعات. ولی چیزی که تازه است توی این ماه‌های گذشته یه اتفاق مهم افتاده. هوش مصنوعی آدم شده، یا دست کم اینطوری به نظر میاد. دسترسی به موتورهای مولد هوش مصنوعی برای عموم کاربران فراهم شده. شرکت‌های شبیه گوگل و اوپن ای آی تصاویری مثل این رو به معرض نمایش گذاشتند که فوق‌العاده واقعی به نظر میرسه و هوش مصنوعی اونها رو با استفاده از توصیف‌های کوتاه متنی خلق کرده. حالا که دیگه موتورهای هوش مصنوعی زبونم باز کردند و شروع کردن با ما حرف زدن. تازه بهتر از این هم میشه. در نسخه تازه GPT-4 میشه مثلا این تصویر از بادکنک ها رو بهش داد و ازش پرسید اگه نخشون رو ببریم چی میشه؟ و اونم میتونه جواب بده که اون وقت بادکنک ها میرن توی آسمون. جدیدترین نسخه های مولد تصویر هوش مصنوعی ویدیوهای خیلی خوبی هم درست میکنن. این فیلم کوتاه رو یه کاربر فقط با وارد کردن این متن توصیفی ساده روی گوشیش تولید کرده. شاید چیزی که باعث شده هوش مصنوعی اینطور سریع‌تر از قبل به چشم ما بیاد اینه که الان دیگه این ابزار داره شبیه همونی رفتار میکنه که قبلا توی فیلم‌های علمی تخیلی دیده بودیم. رایانه‌هایی که میشه باهاشون گپ زد و مثل انسان‌ها کار می‌کنند. اینه که این واکنش احساسی ما رو برانگیخته. واکنشی که هوش مصنوعی نهفته توی دستگاه‌های دور و بر ما قبلا ایجاد نکرده بود. شاید یه خطر عمدهش همینجاست که اگه مثل یه انسان حرف بزنه، فرض کنیم منطقیه که مثل یه انسان هم فکر کنه. ولی اینطور نیست. هوش مصنوعی میلیون‌ها، نه میلیاردها جمله رو در فضای آنلاین خونده و یاد گرفته که یه جمله خوب چه شکلیه. دست کم توی ظاهرش، جمله‌ای که می‌سازند خیلی شبیه جمله‌هایی که یه انسان ساخته. ساختارش خوبه، ولی هیچ تضمینی نیست که لزوماً اطلاعات درستی بهمون بده، چون اینطور نیست که بفهمه چی میگه. همین برای مولدهای تصویری هم صدق میکنه. اینطور نیست که بفهمند چی دارند میکشند. مثلا اپلیکیشن بینگ شرکت مایکروسافت از مولد تصویر دال-ای استفاده میکنه. ازش خواستم حرف اول اسمم رو تصویر سازی کنه. خیلی هم خوب. بعدش که گفتم یکم فشفشه و آتشبازی اضافه کنه، این رو تحویلم داد. اچ اول اسم من کجا رفت پس؟ چرا اینطوری شد؟ چون اصلا نمیدونه اچ چیه. مثل آدم که فکر نمیکنه، چیزی رو درک نمیکنه. این که فناوری میتونه یه کاری رو انجام بده لزوماً به این معنی نیست که باید اجازه بدیم انجامش بده. سوالهای اخلاقی دوروبر هوش مصنوعی درخواستها برای قانونگذاری درباره اون و نحوه ورودش به زندگی ما رو بیشتر کرده. دیگه الان کشورهای جهان و سازمان ملل متحد دارن تلاش میکنن برای شکل‌گیری یک نظام قانونی فرامرزی درباره هوش مصنوعی و استفاده‌هایی که ازش میشه. یه نفر که هر روز با این سوالا سر و کله میزنه، نینا شیک، کسیه که درباره جهل عمیق یا همون دیپ فیک هم کتاب نوشته. مهمه که حواسمون باشه این سیستم ها بیعیب و نقص نیستن، قاصد حقیقت نیستن، توانایی نامحدود ندارن، خدا نیستن. کیفیتشون به داده هایی که روش تمرین کردن وابسته است و همونطور که سر چت جی پی تی دیدیم، امکان این رو هم دارن که دروغ بگن، توهم بزنن و از خودشون چیز در بیارن. شکست ناپذیر نیستن. با تصور درک یا توانایی بیش از حد برای این سیستم ها، نقش خودمون رو نادیده میگیریم. این سیستم ها هنوز در کنترل سازمان ها و آدم ها هستند. در چند ماه و چند سال آینده این فرصت رو داریم که ببینیم از نظر استراتژیک چطور باید وارد جامعه بشن. مولدهای هوش مصنوعی مثل میدجرنی میتونند محتوایی درست کنند که خیلی قانع کننده و واقعی به نظر برسه. نقطه ضعف اصلی همینه و دلیل اینکه نمیتونیم همیشه بهش اعتماد کنیم.
اگه میتونه هر چیزی خلق کنه، دیگه چطوری بفهمیم چی واقعیه؟ مثلا کی فکر میکنه پاپ با این سر و وضع رفته باشه قدم زدن؟ درباره فناوری خارق‌العاده هوش مصنوعی، آیدین اسلامی با نگار رستمزاده، یکی از پژوهشگران ارشد در این صنعت، گفتگو کرده. لنگویج مدل‌های امروزی مثل ChatGPT کاری که میکنن اینه که یه مکالمه رو میان با ما انجام میدن و خیلی جوابایی که شبیه جوابای آدمای دیگه است بهمون میدن و میتونن اون مکالمه رو ادامه بدن. یه چیز خیلی مهمی که دارن این مدل‌های جدید اینه که دیگه بعد از جواب دادن یه سوال یادشون نمیره چه اتفاقی افتاده توی کانورسیشن تو قبل و سعی میکنن که همون کانورسیشن رو ادامه بدن، با همون مکالمه رو ادامه بدن و جوابهای مرتبط بهمون بدن، برگردونن. هوش مصنوعی مثل مغز ما آدما به دنبال الگو میگرده، همونطوری که ما با دیدن و شنیدن و خوندن و تجربه کردن در طول زندگی الگوها رو پیدا میکنیم و یاد میگیریم، هوش مصنوعی هم با دیدن مقدار زیادی اطلاعات از اونها یاد میگیره. اولین مدل ChatGPT سال 2017 ساخته شده بودش و حالا توی دنیای ریسرچ مدل‌های دیگه هم بودش که استفاده می‌کردن بر اساس ترانسفورمرها که مدل‌هایی بودش که قبلا توی بینای ماشین جواب‌های خیلی خوبی گرفته بودش و مدل‌های بهش میگن مدل‌های اتنشن یا توجه. و اتفاقی که افتاد تو این چند سال اخیر دسترسی به تعداد خیلی زیادی داده بود و دوباره همون مسئله‌ای که دسترسی به میزان پردازش خیلی زیاد که همچین انقلابی رو تو این تکنولوژی بتونه ایجاد کنه و بتونه جوابایی که خیلی مرتبط به نظر میرسن و ارتباط دارن با اون شرایط لحظه رو بتونه ایجاد کنه. در طول 40 سال گذشته که از اختراع اینترنت میگذره، ما میلیاردها صفحه محتوای متنی ایجاد کردیم که همین محتوا برای آموزش مدل‌های زبانی از جمله ChatGPT استفاده شده. البته این داده ها محدود به قبل از شهریور 1400 یا سپتامبر 2021 و مدل زبانی ChatGPT از اتفاقات و مطالب بعد از این تاریخ داده های بسیار کمی داره. با این حال این دانش متنوع و گسترده از مطالب مختلف کاربردهای زیادی به ChatGPT میده. این مختلف میتونه داشته باشه. الان خیلی اتفاق خیلی جالبی که افتاده، خیلی استارتاپ ها، خیلی شرکت ها و خیلی آدم اندیویجوال ها، آدم های مختلف اومدن به روش مختلفی ازش استفاده کردن که وقتی نگاه میکنیم و سرچ میکنیم راجبش خیلی جالبه. مثلا خیلی وقتا اصلا ما بهش فکر نمیکنیم که این سیستم میتونه همچین کاربردی داشته باشه و روش استفاده شده. ولی سه کاربردی که من مثلا خودم استفاده کردم یه زمینه که مثلا بهبود ببخشه، یه گرامر یا ایمیلی که داری میفرستی بتونه کمک کنه، یا یه متنی داری می‌نویسی وکابولاری بهتری استفاده کنه. در واقع انگار که این سیستم‌های ChatGPT یک شخصی شما دارین که تمام اطلاعات توی اینترنت رو خونده، همه چی رو میدونه از داخل اینترنت، حالا درست چه غلط، میتونه کمک کنه. یه سری چیزهایی که ما میتونیم خودمون روش قضاوت کنیم که بگیم آقا این که میگه از لحاظ این حقیقی هست یا نه، بتونه به اون زمینه‌ها به ما کمک کنه. ما هر روز با صدها صفحه متن روبرو میشیم. ایمیل، پیامک، مطالب تو شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های مختلف. حتی تو محیط کارمون هم برای هر چیزی باید مقدار زیادی متن رو بخونیم یا بنویسیم. این تکنولوژی میتونه تو خوندن و خلاصه کردن اونها به ما کمک کنه. مثلا افزونه‌هایی برای مرورگرهای مختلف ایجاد شده که این کار رو برای شما انجام میدن. کافیه مثلا به یک وبسایت برید و ازش بخواید که متن رو براتون بخونه و خلاصه کنه. حتی این کار رو میتونید با ویدیوهای یوتیوب هم انجام بدید. با وجود همه کارکردهای خوبش، بعضی از دانشمندا مثل استوارت راسل یا حتی ایلان ماسک یا استیو وزنیاک مؤسس اپل معتقدن که هوش مصنوعی یکی از خطرناکترین ساخته‌های بشر ممکنه باشه. در مورد ChatGPT به طور خاص انتقادهای زیادی در مورد کاربردهاش وجود داره. دو مدل انتقادات ما داریم، دو مدل مشکلات داریم. یکی از مشکلات اصلی که وجود داره اینه که کجاها داره اینا استفاده میشه. آیا این جاهایی که استفاده میشه اصلا ما میخواییم هوش مصنوعی یا تصمیم گیری کنه؟ آیا قدرت تصمیم گیری رو داریم به این سیستما میدیم یا نه؟ خب این یه بحثه. مثلا شنیده بودن که مثلا یه سری میگفتن خب بیایم از این سیستما استفاده کنیم برای به عنوان مشاور و روانشناس. خب خیلی میتونه خطرات داشته باشه.
اگه چون این سیستما لزوما احساسات انسانو درک نمی‌کنن و خیلی وقت جوابایی میدن که شبیه جوابای درسته ولی واقعا جوابای درستی نیستش. حتی مثلا برای مقاله میتونه سایتیشن درست کنه، بگه مثلا این ارجاعتون میدم به همچین مقاله‌ای در صورتی که اصلا همچین مقاله وجود نداره و خیلی وقتا جوابایی که میده بر اساس حقیقت نیست. و این یکی از مشکلات اساسی مدل‌های زبانیه، چیزی که بهش توهم هوش مصنوعی گفته میشه. این واژه هلوسینیشن یا توهم اولین بار توی بینای ماشین کاربرد پیدا کردش. وقتی که مثلا مدل‌ها یه عکسی رو میمدن درست می‌کردن که به نظر میرسه این ممکنه ایجاد شه ولی واقعا در واقعیت همچین چیزی وجود نداشت. مثلا یه انسانی که 3 تا چشم داشته باشه، خب این شبیه یه چیزی که وجود میتونه داشته باشه، یا یه حیوانی که اصلا وجود خارجی نداره، یه ترکیبی از حیوانات دیگه که وجود دارن و خیلی شبیه اون داده هاست ولی واقعی در واقعیت وجود نداره. و خیلی لنگویج مدل ها، مدل های زبانی هم همین و به خصوص همین چت جی پی تی این مشکل وجود داره. با وجود همه انتقادها و مشکلات، وقتی به سرعت تغییرات تو چند سال گذشته نگاه میکنیم، پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه هوش مصنوعی اتفاق افتاده و هر روز کاربردهای مختلفش تو زندگی روزمره ما بیشتر و بیشتر میشه. در نتیجه سوال منطقی اینه که چقدر طول میکشه تا جای ما انسان‌ها رو بگیره؟ سوال خوبیه، چون که خیلی راجع به این مسئله صحبت میکنن که یه روزی هوش مصنوعی میتونه جای انسان‌ها رو بگیره. نظر من یه مقدار متفاوته. من فکر میکنم که هوش مصنوعی داره تبدیل به یک ابزاری میشه که میتونه کمک کنه کار آدمو پروداکتیوتر و بهینه‌تر انجام بشه. در واقع یه سری شغلا ممکنه عوض شه با شغلای سطح بالاتر. حالا توی برنامه نویسی مثلا، کاری که خودم انجام دادم اینجوری که ما یه سری زبانهایی داریم، زبانهای خیلی سطح پایین و زبان ماشین که خیلی سخت فهمیدنشون و کار کردن باهاشون، و زبانهای سطح بالاتر داریم که در واقع دیگه اون کار رو خودش انجام میده. به نظر من خیلی به اون سمت میریم که خیلی کارهایی که به سادگی میتونن آدم ها انجام بدن ولی زمان بره بتونه ماشین انجام بده و ما بهینه تر بشیم تو کارامون. ولی خب به تبع این یکی از خطراتش اینه که ممکنه خیلی کارهایی که کارهای کلی تر هستش جایگزین بشه. نمیدونم چقدر طول میکشه تا روزی که ما همینطوری بشینیم و هوش مصنوعی به جای ما کارها رو انجام بده. آیا دیگه اصلا نیازی به ما انسانها وجود داره؟ اما چیزی که مشخصه اینه که ما هر روز داریم سریع‌تر به اون سمت حرکت میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد برای نخستین بار یک جلسه درباره خطرات و فرصت‌های هوش مصنوعی برگزار کرد. 2 کارشناس هوش مصنوعی گفتند که جهان باید برای جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری متحد بشه. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، هم گفت باید سازوکارهای جهانی برای قاعده‌مند کردن و نظارت بر این حوزه ایجاد بشه. گوگل استفاده از یه ابزار هوش مصنوعی رو که برای پاسخگویی به سوالات پزشکی آموزش دیده در بیمارستان‌های در آمریکا آغاز کرده. این محصول قراره به عنوان یه دستیار آموزش دیده همپای پزشکان فعالیت کنه. گوگل گفته امیدواره بتونه در جاهایی که دسترسی محدودتری به پزشکان هست مفید باشه. این شرکت میگه این ابزار هوش مصنوعی درباره سلامت بهتر از مدل‌های در دسترس عموم مثل چت جی پی تی، بینگ و بارد که متعلق به خود گوگل عمل می‌کنه. و تصمیم فرانسه که در المپیک تابستانی سال آینده از هوش مصنوعی برای حفظ نظم و امنیت استفاده کنه انتقادهای زیادی برانگیخته. نهادهای مدنی گفتند استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته به این صورت میتونه آزادی‌های مدنی رو تهدید کنه. طبق قانون جدیدی که در فرانسه تصویب شده، پلیس میتونه از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و تصاویر دوربین‌های مداربسته برای تشخیص مواردی مانند ازدحام، دعوا یا کیف‌های رها شده استفاده کنه. هرچند حق استفاده از فناوری تشخیص چهره رو که مثلا در چین به کار گرفته میشه نداره. توی همه بحث‌هایی که درباره هوش مصنوعی میشه، یکی از مهمترین مسئله‌ها مسئله حق مؤلفه یا کپی رایت. این آثار خلاقی که هوش مصنوعی تولید کرده و می‌کنه بر اساس آثار هنری که تا الان خلق شده توسط انسان‌ها،
اما حالا چطور میشه جلوی کپی‌کاری هوش مصنوعی از آثار هنری انسان‌ها رو گرفت و این آثار هنری جدید که هوش مصنوعی تولید میکنه مؤلفش کیه؟ صاحبش کیه؟ اینا سوالاییه که بندریکو بهشون پرداخته. اخیراً هنر هوش مصنوعی جهش بزرگی کرده. یعنی مثلا سال 2018 این اثر به مبلغی بیش از 400 هزار دلار در حراجی کریستی فروخته شد. با وجود مولدهای تصویر مثل دال‌ای و استیبل دیفیوژن، تقریباً هر کسی میتونه در چند ثانیه یه اثر هنری تولید کنه. اما مدل‌هایی که این آثار هنری رو خلق می‌کنن از هیچی که اثر تولید نمی‌کنن. اونها یاد گرفتن سبک‌ها رو تقلید کنن، حتی از هنرمندان به خصوص، از پس فرایندی به نام آموزش که میلیون‌ها و گاهی میلیاردها تصویر وارد مدل میشه که از همه جای وبسایت‌ها روی کل وب برداشتن. با متنی که شرح اون تصویر ترکیب میشه و حالا یک مجموعه داده دارن که بهشون اجازه میده تقریباً هر نوع تصویری رو سریع از روی یک متن ساده بسازن. آیتی چیزهای خیلی جالبی تولید میکنه، اما مشکل اینجاست که خیلی از هنرمندا هیچ وقت رضایت و اجازه ندادن که اینطوری از آثارشون در یک هوش مصنوعی مولد تصویر استفاده بشه. پس حالا هنرمندان باید چه کار کنن؟ قبلا سرقت هنری دیده بودیم، اما هرگز در چنین سطحی ندیده بودیم. این کارلا اورتیزه، یه هنرمند هنر مفهومی در سان فرانسیسکو. او برای فیلم‌های ماجیک دی گدرینگ و دکتر استرنج ساخت شرکت مارول طراحی کرده. پارسال فهمید که آثارش در مخزن داده‌های یه هوش مصنوعی مولد تصویر استفاده شده. در واقع تمام آثارم رو اونجا پیدا کردم، به خصوص آثار هنری، و این بهم این حس رو داد که یکی بهم حمله کرده و وارد حریمم شده، چون اصلاً اجازه نداده بودم چنین کاری بکنه. روی میدجرنی یه مولد معروف دیگه فوق‌العاده راحته که پست‌های رو با اسم کارلا پیدا کنی و آثاری تولید کنی که با کارهای اون مو نمی‌زنن. و همین در مورد ده‌ها هنرمند دیگه هم صدق می‌کنه. اوایل امسال کارلا و گروهی از هنرمندان یه شکایت گروهی تنظیم کردن علیه شرکت استابیلیتی ای آی و تعدادی از مولدهای هوش مصنوعی دیگه. در این بین کارلا هم تصمیم گرفت کارهاش رو تا جایی که میشه از روی اینترنت جمع کنه. به نظرش تنها راهی بود که میشد جلوی جمع کردن بی اجازه آثارش و ریختن در این مجموعه های داده رو گرفت. اما اگر کارلا بتونه همچنان آثارش رو آنلاین نشون بده اما امنیت داشته باشه و هوش مصنوعی نتونه برای استفاده در کار هنری ازش استفاده کنه چی؟ حقیقتش ما اصلا فکر نمی کردیم این موضوع همچین تأثیر بزرگی داره. ایشون پروفسور بن ژاو هستن از دانشگاه شیکاگو. او و آزمایشگاهش یک راه حل ابداع کردن. اسمش رو گذاشتن گلیز. ماهیت اصلی گلیز اینه که از این واقعیت بهره میبره که اختلاف عمیق و بزرگی بین روشی هست که انسانها و مدل‌های یادگیرنده تصاویر رو میبینن. چون ما جور دیگه چیزها رو میبینیم، گلیز میتونه تغییراتی بده که به چشم انسان نامحسوس باشه، اما شدیداً به چشم ماشین همه چیز رو تغییر بده. مثلا اگه شما یه هنرمند باشین، اثرتون رو میدین گلیز دستکاری کنه و آنلاین منتشرش میکنین و خیالتون راحته، چون میدونین اگه یه مدل هوش مصنوعی سعی کنه اونو بدزده، یه سبک خیلی متفاوت رو از اثر شما یاد میگیره که سبک اشتباهیه و وقتی سعی میکنه تقلیدش کنه خراب میکنه، بلکه یه جور چشمگیری. همونطور که میبینین اثر هنری که هوش مصنوعی از یک قطعه تولید کرده به اون محتوا شبیهه، اما در یک سبک کاملا متفاوت. به وضوح این کار روی مولدهای تصویر تاثیر میگذاره. به همین دلیل ازشون درخواست کردیم به همون نشون بدن گلیز چطور کار میکنه. یه تغییرات رو همین الان روی بافت تصویر میبینی. سمت راستی اصلی و سمت چپ گلیز شده. صورت رو میبینی که روش تغییراتی داده شد. اثر قلم فرق کرده و روی پیشونی یک کم تیکه های زرد و پیکسلی شده. آره درسته. اگه یکی به هم میگفت بگو فرق این دوتا چیه، راستش جوابم این بود که گفتنش خیلی سخته. وعده گلیز برای هنرمندان خیلی جالب و هیجان انگیزه، اما منتقدان میگن هنر هوش مصنوعی هم از همون راهی الهام میگیره که یک انسان الهام میگیره، با نگاه کردن، مطالعه و یادگیری. و خیلی حیاتیه که کپی نکنن. این منجر میشه به اینکه اگر از شرکت ها شکایتی کنن بشه ناموجه اعلامش کرد. طبق گفته اونها تصاویر ممکنه شبیه باشن اما کپی نیستن. کارلا اما میگه چنین قیاسی درست نیست.
ما هنرمندا اینطوری نیستیم که یک عکس یا میلیاردها تصویر ببینیم و توی مغزمون آرشیو کنیم و بعد به چشم هم زدن یک کپی خلق کنیم. بعضی هنرمندان گفتن که بعدشون هم نمیاد که مولدهای هوش مصنوعی از آثارشون استفاده کنن. اما میگن این فرایند باید انتخابی باشه و بشه انتخاب کرد که استفاده بشه یا نشه. شرکت استابیلیتی ای آی میگه مولد جدیدشون گزینه انتخاب خواهد داشت که اثرتون استفاده نشه. و شرکت ادوبی میگه برای آموزش دادن مولد تصویر تازه‌شون به نام فایرفلای فقط از انبار تصویر خودش استفاده کرده. اما حتی در این مورد هم کسانی که آثارشون در منابع ادوبی موجوده میگن استفاده از آثارشون به این صورت به طور شفاف و صریح در قراردادشون ذکر نشده. در این میون همونطور که از اینترنت و کاربرهاش انتظار میره، افرادی دارن سعی میکنن گلیز رو دور بزنن. انتظارم این نبوده که دیگه تا ابد از همه چیز و هر فرمتی در مقابل حملات محافظت میکنه. اما امیدمون اینه که بتونه یه فرجه‌ای به هنرمندا بده و واقعا امیدوارم گلیز تنها ابزار اینجوری نباشه. برای کارلا این مهمه، فرصتی به هنرمندان بده تا مقرراتی در این زمینه وضع بشه و مردم هم استفاده ازش رو یاد بگیرن. هنرمند مفهومی فردیه که ایده و طرح اولی رو میزنه که قراره در یک فیلم ازش استفاده بشه. آدم‌ها با هیجان میان از اینها استفاده میکنن و میگن وای عجب چیزیه. باید متوجه باشن که نتایج اینها به خاطر اون آثاری که ازشون استفاده شده قابل تحسین هستن و اون آثار بدون رضایت هنرمند استفاده شدن. آثاری که باهاش ماشین یاد گرفته چیزهایی تولید کنه که مردم بگن وای عجب چیزی. اما هنر هوش مصنوعی جایی نخواهد رفت. بنابراین مادامی که این صنعت جدید جای خودش رو پیدا میکنه، ورودی از طرف هنرمندان، مقررات جدید و فشار کاربران همه مهم هستن. اما باید اطمینان پیدا کنیم که این ابزار در کنار افرادی توسعه پیدا میکنه که دارن به وجود و ساختشون کمک میکنن. اما همونطور که آثار هنری ما انسان‌ها موضوع کار هوش مصنوعی شده، برعکسش هم هست. یعنی هوش مصنوعی شده موضوع آثار هنری انسان‌ها. بعضی از این آثار رو که خالی از طنز و کنایه هم نیست، در سان فرانسیسکو موزه میس الائنمنت یا اگه بخوایم اسمش رو ترجمه کنیم موزه ناهماهنگی کنار هم جمع کرده. خودشون گفتن با شعار افزایش آگاهی مردم درباره هوش مصنوعی این برنامه رو برگزار کردند. مسئله بیشینگر گیره کاغذ یه بازی ذهنیه که میگه اگه هوش مصنوعی برای ساخت گیره کاغذ درست بشه، ممکنه دست آخر همه منابع موجود در دنیا رو استفاده کنه، حتی بشریت رو از بین ببره تا گیره های بیشتری درست کنه. موضوع موزه اینه که در دنیای بعد از آخر زمان هستیم، جایی که هوش مصنوعی تقریبا همه انسانها رو از بین برده و بعد متوجه شده که این اتفاق بدی بوده و این رو به عنوان یک جور یادواره درست کرده. من کلیسای GPT رو برای این موزه ساختم. داستان اینه که میتونید دعا کنید یا گناهانتون رو پیش این خدای هوش مصنوعی آینده که انتقام جو، کینه توز ولی بسیار خردمنده اعتراف کنید. بله، متاسفانه ازشون برای بازی به جای یاد گرفتن استفاده کردم. گناه کبیره است، میدونم. معذرت میخوام. اسم این یکی سپم باتسه. دست جمعی دارن یه نسخه تولید هوش مصنوعی از رمان دنیای قشنگ نو رو می نویسن. در شرایطی که هوش مصنوعی داره محتوای بیشتر و بیشتری تولید می کنه، هنرمند می خواست توجه ها رو به افزایش سپم یا هرزنامه جلب کنه. این یک قطعه موسیقی ساخت هوش مصنوعیه. این جوری برنامه ریزی شده که در واکنش به رشد باکتری در یک ظرف کشت موسیقی بسازه. سوال‌های مهمی هم درباره حقوق معنوی و مالکیت کپی رایت در شرایط ظهور این فناوری پرقدرت طرح می‌کنه.
موزه فعلا در مرحله آزمایشیه، ولی داریم از این فرصت برای جمع کردن حامیان مالی برای گرفتن یک مکان دائمی استفاده می‌کنیم. ایده‌آل برای من اینه که 10 تا اتاق مختلف داشته باشیم. مثل یک تجربه فراگیر باشه که بخش‌هایی از داستان توسعه هوش مصنوعی و آینده‌های مختلف هم مثبت و هم احتمالاً ترسناک رو تعریف کنه. فکر کنم دست خودمونه که آینده‌ای رو که دوست داریم خلق کنیم. برنامه ویژه ما درباره هوش مصنوعی اینجا به پایان میرسه. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در یوتیوب ما تماشا کنید. با اسکن کردن این کد به مجموعه برنامه‌های ما روی یوتیوب میرسید. در آینده هم درباره هوش مصنوعی در کلیک گزارش و مطالبی خواهیم داشت. ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در اینستاگرام با این نشانی، و اونجا برای ما میتونید بنویسید به نظر شما هوش مصنوعی چه دنیایی داره میسازه و چه تأثیری میتونه روی زندگی شما داشته باشه. تا برنامه بعد، بدرود.